سرانجام آن چیزی که رژیم ایران از آن وحشت داشت به وقوع پیوست و ریستارت از یک مجموعه مخاطبان علمی عرفانی به یک اپوزیسیون سیاسی تبدیل شد که این اپوزیسیون میلیون ها طرفدار واقعی در داخل و خارج از مرزهای کشور داشت. سید محمد حسینی بارها از وجود میلیون ها طرفدار ریستارت سخن گفت که با ناباوری بسیاری از تحلیلگران و اپوزیسیون ها مواجه شد. اینجا بود که چالش ریستارت شروع شد. من هم یک ریستارتی هم. سید محمد حسینی برای نشان دادن حضور واقعی ریستارتی ها از آنان خواست که بر روی کف دستشان واژه ریستارت را بنویسند. این چالش به سرعت تأثیر خودش را نشان داد، به طوری که صفحات شخصی ایشان در فضای مجازی از جمله اینستاگرام، فیسبوک و کانال تلگرام لحظه به لحظه با عکس ها و فیلم های تازه آپدیت می شد. هر روز تعداد بیشتری به مخاطبان این برنامه اضافه می شد، به صورتی که اکانت تلگرامشان به بیش از 130,000، اکانت اینستاگرام به بیش از 178,000 و صفحه فیسبوکشان به بیش از 300,000 فالوئر رسید، آن هم در مدت بسیار کوتاهی. این نکته خیلی مهمه که زمانی ایشون 100,000 فالوور داشتن که شناخته شده ترین رهبران اپوزیسیون نهایتاً بین 9-14,000 تا فالوور داشتن. از اون جالبتر این که کانال تلگرامی ایشون زمانی 130,000 تا فالوور داشت که مؤسس خود تلگرام یعنی آقای پاول دوراف نهایتاً 40,000 نفر تعقیبشون می‌کردن. اپوزیسیون های مختلف که سعی در انکار وی و طرفدارانش داشتند ریستارتی ها را متهم کردند که تنها به شعار نویسی روی آوردند. به همین علت سید محمد حسینی دومین چالش را مطرح کرد. چالش بعدی چالش چهارشنبه سوری بود. اونم چه چهارشنبه سوری؟ امسال چهارشنبه سوری ریستارتی ها ایران را به هم خواهند ریخت. صدای ترقه ها و پریدن از آتش را این بار به یاد انسان کامل خواهند گرفت.